Bismillahirrahmanirrahim. Barom-e Xudowand yakto. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Shogirdon aziz, subhatan bixayr. Xubasin va xayr xudo konat ki ruxsatiyo bixayr sipari shava. Va shumo ham dar dur az gazand tamami ofatho dar amon Xudowand boshin va kushush kunin dar bori sihatiton tavjih bisyor jiddi dosha boshin. Birun ziyod nabroyin و درس های خود را بخوانیم. درس گذشته ما شما قابلیت های تقسیم بود. قابلیت تقسیم بر 6 و 7 را خواندیم. امروز درس ما شما قابلیت تقسیم بر 8 است. قابلیت تقسیم بر 8 هرگاه رقمی اول یک در رقم یک ها ده ها و صد ها مرتبه یک ها ده ها و مرتبه صد ها یک در صفر و یا عددی باشد کی بر 8 پورا قابل تقسیم باشه یا عدد تشکیل دهنده باشه که بالای 8 شود پورا قابل تقسیم باشد و عدد بالای 8 نیست چی است پورا قابل تقسیم می باشد. مثلا این عددی را داریم چند 223000. 223000 گفتیم نظر به قابلیت تقسیم بر 8 هرگاه سه رقمی رقم یک ها یعنی طبقه یک های از اون که متشکل از سه مرتبه، مرتبه یک ها، مرتبه ده ها، مرتبه صد های از او اگر صفر و یا عددی باشد که بالای 8 پورا قابل تقسیم باشد و عدد برش نیست چیست؟ پورا قابل تقسیم است. مثلا 223000 سه رقم اول از این چیست؟ صفر است. سه رقم اول از این صفر است یه عدد بالای 8 چیست؟ پورا قابل تقسیم است. 223000 تقسیم 8 مساوی با حاصل چند میشه؟ 27875. پس یه عدد بالای 3 چیز پورا قابل تقسیم است. عدد دومی 12408. 408 ما شما میبینیم که آیا بالای 3 پورا بالای 8 پورا قابل تقسیم است یا خیر. این را به خاطر باقی مانده از این به خاطر دریافت باقی مانده از این 408 بالای 8 چی میکنیم؟ تقسیم میکنیم. هرگاه با 408 بالای 8 پورا قابل تقسیم شد پس او عدد چی است؟ بالای 8 پورا قابل تقسیم میباشد به خاطر دریافتی از این باقی مانده عددی مثلا 12408 باقی مانده ایش بالای 8 پورا تقسیم میکنیم. سه رقمی اولی از او را سه رقمی اولی چند است؟ 408 و باقی مانده چی میکنیم؟ دریافت میکنیم. پس 408 بالای 8 پورا قابل تقسیم است. وقتی بالای 8 پورا قابل تقسیم است او عدد نیز بالای 8 چی است؟ پورا قابل تقسیم میباشد. مثلا اعداد دیگه داریم. آیا عددهای زیل بر 8 پورا قابل تقسیم است یا خیر؟ عددهای را میبینیم که آیا بالای 8 پورا قابل تقسیم است یا خیر. 240 240 بالایش پورا قابل تقسیم است ترو یا فالس درست یا اشتباه. اگر درست باشه ترو، اگر اشتباه باشه فالس. پس میبینیم که آیا بالای 8 پورا قابل تقسیم است یا خیر. 240 بالای 8 پورا قابل تقسیم میباشد با خاطر که 240 یک عددی است که بالای 8 تقسیم میشه. پس جواب ما درست است. درست یعنی 240 بالای 8 پورا قابل تقسیم میباشد. 43160 آیا بالای 8 پورا قابل تقسیم است یا خیر؟ ترو یا فالس؟ ترو چون 160 سه رقم اولش مرتبه یک ها ده ها صد هاش بالای 8 پورا قابل تقسیم است. پس یه عدد نیز بالای 8 چی می باشد؟ پورا قابل تقسیم می باشد. سوم 23157 آیا بالای 8 پورا قابل تقسیم است یا خیر؟ ترو یا فالس؟ ای چی است؟ فالس. اشتباه. به خاطر چی؟ 157 سه رقمی یک ها ده ها و صد های از او بالای 8 پورا قابل تقسیم نمی باشد. پس یه عدد بالای 8 نیز پورا قابل تقسیم نمی باشد. 157 بالای 8 پورا قابل تقسیم نمی باشد. مثال های دیگه همچنان
1360 آیا بالای اش پوره قابل تقسیم است یا خیر؟ 360 بالای اش پوره قابل تقسیم است یا خیر؟ اگر تقسیم باشد true، اگر نباشد چیز false، با چه اشتی با می باشد. با خاطر از اینکه بدانیم آیا درست است یا خیر، 360 را تقسیم چی میکنیم؟ تقسیمی 8. اگر باقی ماندی ما یا امو عدد ما بالای 8 پوره قابل تقسیم بود، جواب درست است. اگر نبود، جواب ما اشتباه است. 360 بالای 8 پوره قابل تقسیم می باشد، پس این عدد ما نیز بالای 8 پوره قابل تقسیم می باشد. یا مثلا 16000. 16000 آیا بالای 8 پوره قابل تقسیم است یا خیر؟ بله، بخاطر که 3 رقم یکای از چه است؟ 0 می باشد، پس این عدد بالای 8 نیست، پوره قابل تقسیم می باشد. قابلیت تقسیم بر 9. قابلیت تقسیم بر 9 به مانند قابلیت تقسیم بر 3، اما با تفاوتی از اینکه مجموعی اعداد در قابلیت تقسیم بر 3 بر 3 باید پوره قابل تقسیم شود و از 9 هم بالای 9. هرگاه مجموعی ارقام آن یا مجموعی ارقام آن بر 9 پوره قابل تقسیم شود، آن عدد بر 9 نیست چی است؟ پوره قابل تقسیم می شود. عددی که بر ما داده می شود مجموعی از او بر 9 پوره قابل تقسیم شود و عدد بر 9 نیست چی است؟ پوره قابل تقسیم می باشد. طور مثال 8199 آیا بر 9 پوره قابل تقسیم است یا نه؟ مجموع از او را نخست چی میکنیم؟ جمع می نماییم. نخست ارقام از او را چی میکنیم؟ جمع می نماییم. چند از ارقام از او متشکل است؟ 8 جمع 1 جمع 9 جمع 9. 9 جمع 9 18. 18 9 3 9 28. پس چند میشه؟ 27. 27 بالای 9 پوره قابل تقسیم می باشه. پس یه عدد بر 9 نیست چی می باشه؟ پوره قابل تقسیم می باشه. هرگاه مجموع ارقام یک عدد بر 9 پوره قابل تقسیم شود و عدد بر 9 نیست چی می باشه؟ پوره قابل تقسیم می باشه. عددهای زیر رو می کنیم می بینیم که آیا بر 9 پوره قابل تقسیم است یا خیر. 435. 435 آیا بر 9 پوره قابل تقسیم است یا خیر؟ ما میبینیم که آیا درست است یا خیر. مجموع ارقام از این را جمع میکنیم. اگر مجموع ارقامش بالای 9 پوره قابل تقسیم بود و عدد این عددها نیز بر 9 پوره قابل تقسیم میباشد. 4 جمع 3 جمع 5 مساوی با چند میشن؟ 4 جمع 3 8. 7 جمع 5 12. 12 بالای 9 تقسیم میشه؟ نه خیر. پس یه عدد بالای 9 پوره قابل تقسیم نمی باشه. 504. 504 بالای 9 پوره قابل تقسیم است. مجموع ارقام شد چی میکنیم؟ جمع میکنیم. 5 جمع 0 جمع 4 مساوی با 9. پس یه عدد بالای 9 چی است؟ پوره قابل تقسیم است. 213. 213 بالای 9 پوره قابل تقسیم است یا خیر؟ 2 جمع 1 جمع 3 مساوی با 6. پس یه عدد بالای 9 نیست، پوره قابل تقسیم نمی باشه. 1809. 1809 آیا بالای 9 پوره قابل تقسیم است یا خیر؟ 1 جمع 8 9. 8 9 جمع 0 9. 9 جمع 9 مساوی با 18. پس یه عدد بالای 9 پوره قابل تقسیم می باشه. عددهای دیگه شن شما همچنان کار کنید. شاگرد عزیز 207 516 105 923 727 563 18909 435 1809.
شاگردان عزیز، درس ما شما برای همه قدر بس است برای امروز. ای هم کار خانگیتون رو حتما حل کنین، هر جایی رو نفهمیدین پرسان کنین، ما در خدمتتان. قابلیت تقسیم بر 9 و قابلیت تقسیم بر 8 دی عدد ها داده شده، حتما را کار کنین. سوال داشتین ما در خدمتتان. تا دیدار بعد، بدرود، موفق، کامیاب، کامگار باشین، اوقات خوش داشته باشین. خداحافظتون.